من انتظار داشتم که سازمان پاشه منو بگیره، اما نه اینقدر دیر. سوال از خانواده، دنبال کردن ارتباط با خانواده میشود نقض تعهدات و پشت کردن به مبارزه. چرا تا وقتی که بودم گوهر بیبدیل بودم؟ میگویند 5600 یورو به من کمک کردن. من به مدت 32 سال حرفه‌ای در تشکیلاتشان بودم. در یک حساب شارتای متصال رو ضرب در روز میشه 11680 روز، بدون اینکه یک ساعت خارج از تشکیلات بوده باشم. آقای رحیمی ببخشید، نکته جالبی گفتید. با شرمساری میگن که 5600 یورو به شما کمک کردن، اما شما 32 سال حرفه‌ای بودید. بذارید حساب کنیم، 11680 روز شما میانگین لااقل روزی 12 ساعت کار میکردید، درسته؟ چون من سالیان زیادی با شما آشنا بودم. خب 11680 ضرب در 12 میشه 140160 ساعت کار مفید، پردرد سر، طاقت فرسا. حالا ما اگه توی حساب سرانگشتی بگیم که هر کارگر روزی ساعتی 2 یورو میگیره، 140160 ساعت میشه 280314 یورو بابت فقط یک پول کارگر ساده. ولی شما کار طاقت فرسا، پر رنج، انگار که بیگاری بود. شرم بر سازمان مجاهدین که این مبلغ ناچیز رو به رو خود میکشه. دیگر دعاوی مسخره و مرغ پخته رو به خنده در میاره رو نگم بهتره، اما میگم مخیر کردیم که رفتن دنبال زندگی آزادید. دروغ شاخدار، اگر نشنیدید این جمله سازمان رو دوباره بخونید. سوال من اینجاست، پس چرا پس برای خروج گفتید یک سال باید در زندان به اسم قرنطینه بمانم؟ چرا برای گرفتن کمک خرج زندگی این همه دنبال کسب اطلاعات نفرات جدا شده بودید؟ آخر خودتان نوشتید سازمان رو در جریان میگذارم، مگر غیر از این بود؟ ما باید وضعیت نفرات جدا شده در تیرانا را در مراجعه به اشرف گزارش میکردیم. منظور کسانی که عضو انجمن نجات آلبانی بودن. پس مگر جاسوس نمیخواستن و کار رو غیر از این بود؟ تا وقتی کسی با شمایان نباشد میشاید مزدور وزارت اطلاعات. عجب. آقای رحیمی ببخشید، من یک سوالم بکنم. شما یک اشاره ای گفتید به خانواده. آیا تا حالا با اونا که بودید، یعنی با سازمانه ها، شما درخواست کردید با خانواده تماس بگیرید؟ چه جوابی به شما دادن؟ بله، من طی چند سال با اصرار زیاد درخواست تماس کردم، ولی متاسفانه همیشه جواب منفی میدادن. من یه روز به جواد خراسان گفته بودم که من تماس خانواده، بعد اون یه مثال از خودش زد، گفت که خواهرش سرطان داره. بهش گفتن که بیا با خواهر تماس بگیر. بعد این هم برگشته من گفته که آره من نمیتونم با خواهرم تماس بگیرم اینا. بعد همه چیز با هم قاطیه، مثلا حاضر نبودم قیمت بدم. بعد خودش آقازادش تو خارج کشوره، بعد به ما که میرسن دیگه چی؟ یعنی واقعا نمیدونم چی بگم. آقای رحیمی متشکرم از این گفتگو. آرزو میکنم که انشالله پس از این با خانوادتون در تماس و ارتباط باشید و انشالله که خانواده ها به عزیزانشون برسن. موفق باشید. متشکرم.